خب با نام یاد خدا دوستای گلم میخوایم شروع کنیم دومین جلسه از مجموعه سمینارهای قیمت عمر رو در خدمت عزیزان شهرداری هستیم. سرکار خانم رستم مدیریت اداره سلامت منطقه و دوستان گلمون که تو این پارک قرار انشالله از اتوبوسرانی بشن. خب عزیزان، ما قرار شد که توی سیستم قیمت عمر که میخوایم صحبت بکنیم از یک سیر منطقی پیروی بکنیم. به تقلبی که نوشته بودم و قرار بود بهتون بگم ما سوادمون زیاد نیستیم تقلب کنیم. ببینید، ما قرار شد که بیایم از بحث نیازها صحبت کنیم. توی بحث نیازها صحبت از پریوریتی هامون بکنیم، چه چیزهایی توی زندگی لازمه داشته باشیم، و بعد از اون برسیم به این که مدیریت زمان داشته باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم برای زندگی، مدیریت تغذیه‌مون رو داشته باشیم. بعد از اون برسیم به بحث برنامه ریزی برای فعالیت‌های روزانه و مهارت‌های زندگی. برای اینکه این مسیر رو بخوایم بریم، به نظرم میرسه اولین جا و اولین گامی که ما باید ازش صحبت بکنیم مطلب زیبایی به نام تعادل کار زندگی. تعادل کار زندگی یا work life balance به این معنی هستش که همون کفه ترازوه بوده که نشون میدادن برای موارد مختلف که تو این طلا فروشی ها یا مثلا اینکه زعفران فروشی ها، همین حالت باید یه تعادلی ایجاد بشه بین میزان کاری که من میخوام بکنم و چی. و از حضور شما شاید که میزان وضعیت زندگی من و یا عمر من، این چیزی که بهش میگیم تعادل کار زندگی، از نظر فنی من الان بخوام بهتون دقیق بگم پیشم میده این وقت از روی ریفرنس بهتون بگم که نگه اینه خودش حرف داد. میدونیم ما خودمون چیزی نداریم بگیم حرف داد. اولین الگویی که اومد روی بحث تعادل کار و زندگی شروع به فعالیت کرد یه زمانی بود خیلی قدیمی، شاید مثلا بهتون بگم میشه 1857 اگه بخوایم حساب کنیم، میشه نزدیک 200 سال پیش، 180 سال. پس این موضوع مال الان نیست، پس 80 سال پیش این موضوع بررسی شده، اوایل انقلاب صنعتی. توی اون زمان به این موضوع رسیدن و بررسی کردن و دیدن که بهتر است برای اینکه ما بتوانیم نیروی کارمون خیلی خوب کار کنه و بتونیم بهره‌وری بیشتری توی سازمان داشته باشیم و بتونیم در کنار این موضوعات امتیاز بیشتری بگیریم از کار، بهتر است یک تعادلی برقرار کنیم. این تعادل چی شد؟ اسمش رو گذاشتن تعادل کار زندگی. بر این اساس اومدن اولین قوانینی که نوشتن به این شکل بود که بیایم طبق یک اسکیلی، طبق یک استانداردی، ما دونه به دونه افراد رو مشخص کنیم در ساعت‌های مختلف روز چقدر کار بکنن، یا اصلا توی روز کار بکنن یا کار نکنن. من ببخشید زیاد جلو عقب که میرم این صفحه تنظیم بشه، نیست که زیاد میرم عقب تصویر خودم محو میشه، حالا بیام جلو که زیاد اوکی تر درست تا اینجا. پس اومدن ساعت‌های کاری رو محدود کردن و روزهای کاری رو مشخص کردن. به تدریج اومدن جلو آپشن ها و آیتم های دیگه رو برای زندگی فرد دیدن و اونها رو بررسی کردن برای اینکه ببینن که آیا این فرد با رعایت اینها در زندگیش موفق می شود یا نمی شود. تحقیقات بسیار زیادی تو دنیا انجام شد، کشورهای مختلف اینا انجام دادن. الان به این رسیدن که شما ببینید مثلا در کشورهای توسعه یافته صنعتی به ویژه اروپای مرکزی و شمالی، اینا بلاد کفر دیگه، بلاد اسلام که نیست، اینا مدلشون با من شما فرق میکنه. مدلشون هم اینه که شنبه شنبه شون تعطیله، اینا از روز جمعه یه دو ساعت سه ساعت زودتر میرن، شنبه کلن آف، یک شنبه هم کلن آف، یعنی دو روز تعطیل. حالا یک تحقیق جالبی انجام دادن در انگلیس، دیدن که اگه این پنج روز کار و دو روز استراحت بشه 4 روز کار و 3 روز استراحت، باز هم بازدهی افراد فرق نداره. جالبه نه؟ ما حالا فکر میکنیم ساعت کار باید بره بالا، گفتن نه ساعت کار نیازی نیست بره بالا، حتی یه روز کم کنیم.
دیدم با اینکه 5 روز 2 روز حالا شد 4 روز 3 روز، تحقیق بعدی که تو انگلیس انجام دادن این بود، اینا تحقیقات طولی ها، نتایجش تازه چاپ شده، طولی که یعنی در طول زمان بررسی کرد. تحقیق جدیدش این بوده که اومدن تو انگلیس دیدن که اگر ما افراد 3 روز در هفته کار کنن، یعنی دوشنبه سهشنبه چهارشنبه، هم پنجشنبهشون تعطیل باشه، هم جمعه، هم شنبه، هم یک شنبه، این افراد بازدهیشون بازم تغییر نمیکنه. خب به زبان ساده اینو بهتون بگم، شما چه 3 روز کار کنین تو هفته تمام وقت همون ساعت، چه 5 روز کار کنید یه اندازه بیشتر بازدهی ندید. خب من چه 3 روز کار کنم چه 5 روز؟ شما ممکنه بگین خب از نظر اداری، از نظر سازمانی، از نظر سیستم چجوریه؟ یه موضوع خیلی بامزه این مثلا پیش میاد، موضوع بامزه ای که پیش میاد اینه اگر واقعا من فقط 3 روز کار کنم و نیازی نباشه روزهای بیشتری کار کنم و همون اندازه بازدهی داشته باشم، سازمان چی کار میتونه بکنه، چه اتفاقات خوبی میتونه براش بیفته؟ با این حساب من یه چند روز خالی دارم، میتونم آف باشم، یک فرد دیگری بیاد سر کار. پس اولین گزینه بحث اشتغاله، یعنی شما زیاد فکر نکنید تعادل کار زندگی فقط در نفع کارمنده، تعادل کار زندگی در معنای اولیه و اساسیش افزایش بهره وری سازمانیه. یعنی من توی سازمانی که هستم باید این سازمانم بازدهیش بره بالا، فیزیبیلیتی یا نقد کنندگی سازمان بره بالا. در این حال هر چی که سلامت کارمند من بیشتر باشه، تو سرمایه انسانی مهمترین داشته و دارایی ملموس هر سازمانی هست، پس من موفق‌ترم. خب حالا وقتی 4 روز به کارمندم آف بدم، خیلی اتفاقات خوبی براش میفته، حالا دوست داره بره کار دیگه بکنه، اون به من ربطی نداره، به این کارش به هم نخورد. حالا جالبه تو انگلیس هر کاری بکنه، استراحت بکنه، به شغل دیگه داشته باشه، هر چیزی، همین که 3 روز در هفته کار میکنه معادل همین که 5 روز در هفته فول تایم کار. چه اتفاق دیگه ای میفته برای فرد؟ فرد فرصت مهارت آموزی داره. ببینید از همه اینا ساده تر، ما یه اصطلاح داستان خیلی معروفیه، میگن که یک جوونی بود که خیلی برومند بوده، همیشه میره پیش یک هیزم شکن پیر کار کشته و از ایشون سوال میکنه که آقا کار میدین واره بیاین که کار کنه اینا، و تبر میده دست این جوون، میگه برو اونجا درخت قطع کن. پس روز اول میاد و با یه خیلی نیروی متوسط کار میکنه و 3 تا درخت میزنه. روز دوم میاد کار میکنه و خب دوم اومده کار کرده خیلی مثلا به هوای خود شما با زور بیشتر 2 تا درخت میزنه. روز سوم زورشو خیلی خیلی بیشتر میکنه و بعد و اینکه خیلی زور زده بود فقط 1 درخت میزنه. میره پیش این پیرمرد هیزم شکنه و بهش که آها من اومدم اینجوری به اول من با نصف توان عادیم کار کردم شد 3 تا، روز دوم زورم بیشتر کردم شد 2 تا، روز سوم که امروزه خیلی زور زدم فقط شد 1. بعد هیزم شکنه بهش یه چیزی گفت، گفت هر چی کردی این روزا نکته اینه، ما اون تیز کردن تبره برامون خیلی مهمه. یعنی اگه فرد شاید با نصف زورش ولی تبر تیز کار بکنه، خیلی بازدهش بیشتر از اینه که کلی زور بزنه تبرش گند بشه. اما قطعا همتون از چاقو استفاده کردید، بالاخره گوش کورت بکنید از حضور شما شود که گوجه خیاری، کاهوی، سالادی، چیزی سیبی میده یه هممون ولی هرچی چاقو تیزتره زور کمتری میخواد بشه. و یه این فیلماشو احتمالاً دیدین، این اینستاگرام نشون میده اینجوری کشیده روش، یا اینو گذاشته از بالا تپه یه چیزی انداخته نصف دور چاقو، واقعا خیلی از چاقو تیغاشون انقدر خوبه، استیل خیلی خوبی داره، فولاد خیلی عالیه. خب همین رو شما در ذهن داشته باشید، همین رو در بدنتون داشته باشید، همین انرژی روانی و انرژی کاریتون داشته باشید. پس تعادل زندگی کار به این موارد باید بپردازه که در حقیقت ما چیکار کنیم با افزایش عشق و حال کارمند بازدهی ما افزایش بده کنیم، با کمتر کار کردنش بیشتر بشه. پارادوکس ها خیلی متناقضه، به نظر میرسن چیزی نباشه ولی خب هست. یه اما اگری داریم ما توی ایران برای این قصه، اما اگری که ما توی ایران برای این قصه داریم ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که شما ممکنه بگید خب آقا همچین چیزی در ایران فلان میگن بعد، ماجرا اینه که در کشورهایی که این کار انجام شده کلا مثلا شما صبح تا ظهر یه تایم 10 دقیقه یه روی داریم برای اینکه از حضور گلتون شود که چایی آبی جا به چیزی
استراحتی، حالا سرویس پزشکی، ریلکس کردن، بعد از اون هم که یه تایم ناهاری دادین در حد همین. یعنی کلا تو این 3 ساعت بعد ساعت کاری اولو شده 11 ساعت. چرا؟ چون شما در هفته 43 ساعت 44 ساعت پر کنید دیگه، 5 روز 43 ساعت حساب کنید میشه چقدر دیگه، روزی تقریبا 9 ساعت خورده باید کار کنید. اگه بخواد که مثلا بشه 43 ساعت، حتی اقلش روزی بخواید حساب بکنید، شما بعد روزی 8 ساعت خورده کار باشه. خب 8 ساعت خورده ای که کار باید باشه، طرف واقعا بازدهیشون، اینا حداقل بازدهیشون 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت هست. و خب در کشور ما طبق آماری که دادن روزی 40 دقیقه است. خیلی خودشون رو بکشن روزی 1 ساعته. میگی نه من سوالی دارم ازتون، آخرین باری که تلگرام واتساپتون چک کردین اینطوری بوده؟ احتمالا زیر 1/2 ساعت پیش. خب چرا تو محیط کار چکش میکنین؟ کی به شما اجازه داده تو محیط کار چکش کنین؟ آیا اصلا شما از نظر کاری بتونین؟ ببینین این حالا یکی بیاد استدلال کنه آقا ابزار کارم، اینو من این چیزا رو نمیدونم. چیزی که میدونم اینه که خارج از اینجا در بلاد کو، چیزی که خودم دیدم اینه که شما گوشی در بیاری نگاه کنی فلان اینا چک میکنن. چون منم اینجوری میدیدین که مثلا لاستین و تاریخش رو میزنه که مثلا این چند دقیقه پیش آپدیت بوده فلان، تاریخش رو ببینن، ساعتش اندازه به اندازه باشه که شما از ساعت کارتون کمتر باشه شروع ساعت کارتون. مثلا 7:30 صبح سر کارین، 7:30 دیگه آن بودین خدا. الان ساعت 11 میزنه 20 دقیقه پیش. این 20 دقیقه پیشی که میبینه میاد از صبح تا 20 دقیقه پیش برای شما چی میزنه؟ غیبت از کار. خب شما میزنه ای من ساعت 11 مثلا اومدم چیز الان ساعت 11 و 20 دقیقه، بعد این 11 دیده فلانه برای من زده غیبت از کار. از حسن 7:30 صبح من با سر کار بودم تا 11 به ساعت نیم غیبت از کار بود. اینجوری کار میکنن. خب این تو اون کشور تعادل کار زندگی به این نفت دارد. یکی دیگه از بحثایی که توی تعادل کار زندگی ما خیلی راجع به صحبت داریم، بحثیه که خیلی در 3-4 سال اخیر باب شده. اصلا قصدم استعداد نیست خدمت کسی کنم، ولی ببینید من نمیدونم این چه الگویه در ایرانی. طرف ما یه قرارداد کاری بسته، بعد قرارداد کاری بسته، میگیم این قرارداد کاری ما 18 سال نیستیم، بچه هم نیستیم، بودم نمیخوریم، اما مدعی ما تا فلان نمیدونم چی چیشون هم خبر داریم که مثلا تعطیلات آقا کجا رفته، اسنک چی چیزی خود رئیس جمهور فلان کشور میدونیم، بعد خود این چیزا رو یعنی نمیدونیم. طرف یه قرارداد امضا کرده، قرارداد شغلی، سه قرارداد شغلی وقتی امضا کرده پذیرفته با این حقوق در برابر این کار انقدر، بعدم مثلا بهش گفتن آقا تو 10 سال آینده 5 سال هرچی، گفتن آقا اینه، شما هیچ تضمینی هم برات نداریم که قرارداد در بسته، رده شغلی هم همین این اینه، بعد مثلا این قدم افتاده شغل رو طبق قانون کار خواهیم دارد خود نوشته عکس رو فلان. با احترام به همه عزیزان، با احترام به تمامی مشاغل، با احترام به تمامی کارکنان، من نمیفهمم آقا تو قرارداد امضا کردی، خانم قرارداد امضا کردی، بعد میری سر کارت میگی من کار نمیکنم. چرا؟ چون حقوقم کمه. من نمیفهمم خب چرا میری سر کار اگه بخوای کار نکنی؟ اگه حقوقت کمه چرا قرارداد داری؟ اگه حقوقت کمه چرا ادامه میدی؟ بقید جالبه میگه من باید بیام سر کار، تو باید هم کار بکنم، تو باید حقوقم هم افزایش بدی. نه هیچ جای دنیا اینجوری نیست. طرف میگه اینه فلان. نمونه ساده رو میخوام بهتون بگم، مثلا مثال نقده از این کشور مثل کانادا. الان چیز رو دیگه همه میخوام برن کانادا، آمار ریز کانادا ببینید. شما میرین اینجا قرضبی کار میکنین، مثلا میگین ساعت 20 دلار، اوکی ساعت 20 دلار شما قراردادی داریم با یکی کار میکنیم، میریم صاحبکارتون بهش میگیم ببین من با تو قرارداد بستم مثلا 6 ماه 9 ماه، یا مثلا تش باز قرارداد دیگه، اینا یه سری قرارداد بدون مدت دارن که بیش از یک ساله یه قرارداد شاید دارم، حالا هر چی که تو اون قراردادی میگه من میخوام فلان، میگه که آقا ببین من 20 دلار دارم از تو میگیرم اینجا ساعتی کار میکنم، من یه قرارداد، یه پیشنهاد قرارداد کاری دارم 21 دلار بهم میده ساعتی، برم پیش اون یا تو بهم میگی. ممکنه طرف به شما صاف کار بهش بگی که خب به 21 دلار میدم به 21 دلار یا باشه پس میمونم قرارداد عوض کن بیسته. حالا دوباره ممکنه بیاد بعد یه هفته در بسته که ببین من یه قرارداد کاری دیگه دارم یه جایی هست 20 دلار به من میدم، قرارداد ساعتی دارم با کار میکنم بیاد اون میده 22 دلار این 22 دلار این فرایند خیلی طبیعی ها. طرف میگه آقا من کار اوکی خوبه، نه برو خدا. و من میخوام بگم رواله، یعنی اصلا بعد
بعد کاری میگین آقا خوشش نمیاد، میگه خدا به خوشو. ببین واقعیت اینجاست که اگه من به دروغ بیام به شما بگم که ببین فلانی من یه جایی دارم مثلا چه میدونم من 20000 تومان میدی فلانی میگه ساعت 25 تومان، میگه نه من برام نمیسازه، برو پیش همون، یا با این قیمت میمون یا برو پیش همون. خب اگه من دروغ گفته باشم، لاف زده باشم، این بگه خدافظ، خط بزنه پاره کنه بره، خب چیکار کنم؟ میدونین یعنی همه چیز باید به همه چیز بیاد دیگه. اینا قصه هایی که داریم تو بحث تعادل کار زندگی. موضوع دیگه که تو بحث تعادل کار زندگی داریم فشارهای شغلی و شرح وظایف. منظور از فشارهای شغلی شرح وظایف چیه؟ ببینید مشاغلی که طبقه بندی در از سختی شغل دست من نیست تعیینش کنم، دست شما نیست تعیینش کنم. مشاغل سختی که هست مثلا مشاغل HSE مشاغل سختی هست. HSE یکی از مهمترین مثلا مشاغلی که تو HSE هست بخش های اورژانس، همون چیزایی که مربوط به اورژانس هستن، نوتفال هستن. چه چیزی اورژانسه؟ آتش نشانی. چه چیزی اورژانسه؟ خود اورژانس، بخش اورژانس، پزشکی اورژانس. اینا هم میشن چی؟ بخش های اورژانس. دیگه ما چه چیزی داریم که مشاغل سخت محسوب میشن؟ رانندگی. رانندگی چی؟ ماشینالات سنگین. کدوم ماشینالات سنگین؟ ماشینالات سنگین عمومی. مثل چی؟ مثل چی نداره اتوبوس. جزء مشاغل سخته تقریبا در سراسر دنیا، اینا مشاغل سخته و برابر طرف با چه میدونم مثلا اگه 30 سال باشه سابقه، اون با من 15 سال سابقه، با 13 سال سابقه، 12 سال سابقه، با بازنشستگی. یا مثلا جوشکاری زیر آب اگه شنیده باشید، جزء یک از سخت‌ترین مشاغل، کلا 5 سال بیشتر از طرف توش نمیتونه کار کنه. نه اینکه نتونه کار کنه، نمیتونه، از نظر بدنی نابود میشه، دندوناش همه یک سره میشه، به هم بست میشه، ریه‌هاش دیگه چیز نداره، چون این جوشکاری که میخوان تو آب بکنن یه سری فلان فعالیتی هست که این اتفاق میفته. طرف این بعد 5 سال دیگه، حالا تو کشور ما که خب خدا رو شکر ما این محدودیت و قرصبازی ها نداریم دیگه، همه توکل به خدا هستن و همه خدا سیستم و ما متفاوتیم، اما بدونید یه همچین چیزی هست، این سوتولای خارجی اینو دارن. این مشاغل سخت یعنی چی؟ یعنی که فرد فشار زیادی روش. شما ممکنه بگید که خب یک راننده اتوبوس نشسته و قدیم بود دنده فلان، الان یه دکمه میزنه و گاز می صندلیش هم که کلی نرمه و فرمونه و ماشین هیدرولیک و الان اصلا صفا ماشین هم چی چیه فلانه با باز همه چیش اوکی از این حرف. خب طرف این صحبت رو میکنه آقا چه جوله فلان شد راحت کاری نداره که. اما ببینید حالا ما تو کشور خود میداریم میبینیم در یک کشور مثل سوئد، در یک کشور مثل آلمان، خب بالاخره اتوبوس های ما خیلی خوب باشن به اونایی که نمیرسن که، حتی ما خیلی بهترینیم ولی خب ما یک کپی ناوت از اونا هستی به اتوبوس ها، اتوبوس اسکانیا و نمیدونم اتوبوس ولوو و اتوبوس بنز و خب این آتش خالایی که ما داریم یه کپی ناوت از اصل جنسی که اونا دارن. حالا اگه اسم راحته من اتخایی میکنم از تولید کنندگان عزیز که فکر میزنن آشغال میکشن به در برابر، ولی خب دیگه واقعیت که هست اونها با اون وضعیت دارن میگن چه سخته، ما باید بپذیریم واقعا سخته، به طرف خیلی فشار میاد. حالا این فرد این شغلش اینه، ما یه سری چیزا هست ایمن او خواسته هایی هست که پنهانه در یک شغل. یعنی چی این خواسته پنهان؟ یعنی که من اومدم اینجا برفرد خود هم مثال میزنم که از رانت خارج نشه، اومدم اینجا به شهرداری کار کنم، سازی گوشکار خوبی ها و فلان اینا، میگه بابا چیکار میکنیم؟ یه تدریس دوره بکن دیگه باشه. ببین چیزای پنهان، درخواست های پنهان، تدریس دوره داری میکنی آفرین، یه پوستر براش درست کن، فلانشو درست کن، اینو بزن، یه سیلابس اینو بده، اینو بده. خیلی خوب، یه سری چیز شرح وظایف من، سیلابس دادن شرح وظایف من جز کار من، درس دادن آن تایم بودن جز کار، فلانی یه چک لیست حضور غیاب پیدا کن، فلانی برو دنبال فلانی که آقا این آدم اومد، این آدم اومد چرا از تو من، فلانی برو فلان چیز هماهنگ کن، فلانی برو اینو بیار، فلانی برو آب و جابشون رو اوکی کن، فلانی استراحت پذیرایی تایما مدیریت زمان همه چی با تو. نه، یه سری چیزا واقعا کار من نیست در یک فرآیند. اینها میشه چی؟ اضافه بار. خب من در گام نخست میگم باش انجام میدم، خب چیزی نیست اوکی، الان فشارش ممکنه اولام به قول تبرم تیزه، خب دارم کار میکنم، بعد یه مدت یواش یواش فشاره میره بالا. چه جوری فشاره میره بالا؟ فشاره اینجوری میره بالا که کار خودم هست، کارهای دیگه هم هست، این روش هست، به تدریج فشار سنگین، به تدریج بار سنگین. بکنیم یه ماشینیه بند عقبش، ما اول یه دستکش گذاشتیم،
بعد دستکشه شد دو تا، بعد روغن ترمز گذاشتیم، بعد از روزور شما چکمه گذاشتیم، بعد لباس ضد آب گذاشتیم، بعد کاور ماشین رو گذاشتیم از این چادر ماشین من، بعد شیشه شور گذاشتیم، بعد یه تیغه گذاشتیم برای اینکه تیز بشه، بعد یه ابر گنده فلان، بعد یه مایه شوینده، بعد یه چیز خوب این زیاد شد صندوق دیگه، حالا بعد یه جعبه بگیرم برای که اینا رو بزنم، آقا زمستون فلان اینا، حالا آچار چرخ بزنم. شما خیلی راننده خیلی باحالی، میام مثلا به من میگی ببین یه دونه از این کابلای خوب باتری به باتری بگی بذار عقب ماشینت باشه، کار دیگه حساب خالی کن، یه دونه عینا بذار، نمیدونم خوشبو کننده بذار، فلان فوم فلان براق کننده، خب حالا مثلا چه میدونم اینجا داری میری تو دکتری خیلی با کلاسی، یه دست کچلوار اضافه بذار عقب ماشینه، تو مثلا داری میری اینجا گیر میفتی یه راد بیاد، حالا نمیگم خنده داره به نظر شما، واقعا من برای خودم شده، یعنی بود یه زمانی کمد آقای بوکی بود صندوق عقب من، همینجوری هم شد، آقا اینو گذاشتی اینو گذاشتی اینو گذاشتی، حالا بعد مثلا یواش یواش یه کیت جعبه کمک های اولیه گذاشتم، دارو فلان بذار، حالا بعد یواش یواش یه کیت فلاس یا آبجوش بذار، نمیدونم قهوه بذار، این بذار، ترنفولات بذار، بعد گفتیم آقا چه میدونم یه دونه این بالش های پوت پوتی هست، بالش سفریه که پوت میکنی باز میشه، یه دونه پسی چرا، چون مثلا تهران رشد، خب یواش یواش یه صندوق پر شد دیگه، یه صندوق پر شد، همین اتفاق رو روح روان ما میفته، یواش یواش تکا و کارهای مختلفی که میاد فرد متوجه نیست، فشار زیاد میشه، اوورلوده، یکی از چیزهایی که ما خیلی تو ایران داریم، ببینیم کارمندا خسته، کارمندا حوصلهش سر میره، کارمندا عصبی هست، به قولی که حال خوبی نداره سر کار، بعد شما نگاه میکنید که کار خاصی نمیکنی، که واقعا کار خاصی نمیکنه، واقعا از نظر فنی کار خاصی نمیکنه، چرا؟ چون اون کارهای پنهان زیاده، فرسایش روانی داره، این اون موضوعی که توی بحث تعادل کار زندگی صحبت میشه، توی تعادل کار زندگی ما یکی از نکته هایی که داریم بحث به اصطلاح عملکرد سازمانی، این عملکرد سازمانی یعنی چی؟ منظور از عملکرد سازمانی اینه که یک فرد چقدر اهدافی که براش نوشته شده در شرح شغلی انجام میده، دو فرد چقدر توانایی داری که حالا کارهای دیگه هم انجام بده، مثالی که بخوام بزنم ببینید یک ژیان با سرعت 70 کیلومتر سخت سرعتش، شما این ژیان چقدر دیگه گاز بده، به قول یکی میگفت سر پایینی الا ماشاءالله رنگ کمک هر چی رفت، ولی سر بالایی 70 هم نمیده، ولی یه بنز داره 70 کیلومتر میده، این بنز یه نیش گاز بده رو 120 130 یه ذره پرتر بده تا 200 میده، به چسبونه تا ترگازه شد تا 250 میشه لنگه، خب ما میخوایم این رو بریم، این میشه توانایی طرف، حالا منظور یه بخش دیگه هست میگه آقا چقدر وضوح داره کارش، یعنی چقدر شفاف کار میکنه، چقدر خوب کار میکنه، چقدر درست، چقدر قابلته، و این یه بحث دیگه ای که هست مثلا بحث مربوط به حرکت سازمانی و تعادل شغل و زندگی، یه تعادل کار زندگی، بحث اینه که چقدر سازمان فرد حمایت میکنه، منظور ما از اینکه سازمان فرد حمایت میکنه یعنی چی؟ یعنی که همکاراش چقدر بهش توجه داره، رئیسش چقدر بهش توجه داره، زیردستانش اگر جایی هست زیردست داره چقدر حرف شنوی دارن، اتفاق رویه های سازمانی بهش حال میده، آقا من همون بچه دارم، خب اینجا حالا فرضی نداره، آقا مرزم من رو بچه دارم، من یه زن خب باید برم بچه هم مدرسه بود، اوکی برو یه رو بود و برو بچه تو بگی بیا، من یه مردم خنده دار براتون بگم، توی صورت مرخصی زایمان میدم به مردم، خانمه میخواد بذار به مردم مرخصی زایمان، بعد بچهش به دنیا اومده، اینا اینایی که بچه دارن تا زیر 18 سال، میگه که اگه شما توی تایمتون توی کاری که دارین انجام میدین ساعت کاریتون در انتها زودتر بدین چون بچه داری، بگی من میخوام برم خونه، و حالا اینا شما نگین آقا این دروغ میگه نمیره، خیالتون راحت بشه، کشور پلیسی مثل سوئد تو خیلی پلیسیه، بهتون بگم تجربه شخصی، یه کشور خیلی پلیسیه، در این کشور مطمئن باشین یکی از چک میکنه میگه آقا اومد خونه یا نیومد، از همسایه‌اش میپرسه، یا یکی به بهانه مثلا بیاد یه کار سرویس خونه رو انجام بده تو این تایم طرف میگه حساب میکنن، بعد میگه از اداره تا خونهش یه ربع راه، یه ربع راه، خب تو یک ساعت بعد از خونه نیومدی کجا بود، مثلا طرف باید توجیه داشته باشه، میگه رفتم خرید کنم برای بچه‌ام، مثلا بچه‌ام ورداشتم اونم میتونه بچه‌ش ورداری رو داره خرید، ولی اگه بری خرید بعدم بیاری تو خونه نمیشه،
چیزای اینجوری داره براشون. خب این میشه بخشی از چی؟ حمایت سازمانی. در حمایت سازمانی دیگه چی داریم؟ یه بحث‌های از ارزیابی های ادواریه. ادواری یعنی دوره مداوم. چه جوری؟ مثلا چکاپ های سلامت که میگه هر 6 ماه یک سال یه بار باید بری آزمایش خون کامل بدی، نمیدونم تست ورزش بدی، اکو قلب بدی، فلان بدی، تست روانی بدی، فلان. یه سری چیزا هست برای سلامت شغلی، باید فشار کار، رضایت شغلی، عملکرد سازمانی، پرسشنامه های تعادل کار زندگی و وقف الهازم. عامل بعدی که هست اعتبار اون سازمان. این که میگیم اعتبار سازمان یه بحثی که میگیم آقا یه نمیدونم، اما به قول یارو میگفتش که همه کاره و هیچ کاره، فقط مدیر کل فلان اسمشو گذاشتن، مدیر کل فلان در کل کشور. بعد میبینیم مثلا نگهبان یه سازمان دیگه این میاد حرف اینو نقض میکنه، میبینی که حرفی هم نمیزنه، قلتی ضمانت اجرا نداره، قدرت پشتیبانی نداره، لا انفورسمنت نداره، میشه همون ضمانت اجرا. آیتم بعدی که هست ما خیلی روش دست مثلا مانور بدیم، بحث محیط شغلیه. ما متاسفانه محیط شغلی دلپذیر در ایران من ندیدم. شما دیدین سلام منو برسونید، به چسبین دو دستی به اون محیط. حالا مثلا حالا نمونه محیط دلپذیر بخوام بگم تا یه حدی دلپذیر، مثلا همین اداره سلامت منطقه 15 خانم رستم مثلا دفترش نداریم، گل و گیاهی گذاشتن و یه مقدار فرندلی شده محیط، یه مقدار. خب دلیل دارم برای اینکه میگم یه مقدار، این گام اوله. باید کل محیط مثلا سیستمش، مبلمانش، از وجودشون، پله ها، خیلی چیزهای دیگه هست. محیط باید محیط آسوده باشه. پله ها مثلا شما شد خندتون بگیره، میگم آقا وقتی میدید دست اوسفند یزدی یا آدم دارم گچکار فلان اینجوری اومده، اون چیز باغچبان بود، مرحوم باغچبان میگفت خودش و پدرش گچکار بودن در قفقاز، بعد تا شد اومد مدرسه زد. حالا ما همینه، موضوع ما اینجاست که همین همه کارامون همینه. یعنی یه دسته اینجوری داریم که متاسفانه کار رو کاردان انجام نمیده، ارگونومی محیطی نداره. یعنی صندلی مردونه از صندلی زنونه جدا، استاندارد اروپایی با استاندارد آسیایی فرق میکنه، ابعاد بدنی ما ابعاد بدنی امریکن تایپ، حتی یوروپیان تایپ هم نیست. مدل ما اینه، بدنمون اینه. حالا کسی ناراحت میشه، برای همینه که ما تو ماشینای امریکایی خیلی راحتیم، گله گشاده راحتیم، چون ما اینجوری عادت داریم. خب ماشین های آسیایی شما ببینیم کوچولو، جاپاش کوچیکه، با اینکه خیلی ماشین خوبی و جاپاش. همین سیستم از صندلی ها در اومده، صندلی رو درست کرده. این صندلی ارگونومیک نیست، ارگونومیک هم باشه برای مرد است، برای زنان نیست. ارگونومیک مردان باشه خیلی هم خوب باشه، برای راست دست و چپ دست نیست، برای آدمی که قدش نمیدونم چقدر بودن، برای همین تا شدن صندلی، تنظیم شدن صندلی. میخوام بگم اینقدر ساده. یه مورد احمقانه ای که من دیدم، واقعا نمیدونم چرا، بس خیلی اساسی دارم این چیزو دارن مدعیان، طرف روی صندلی نشسته، نایلون صندلی باشه چسبیده. نایلون صندلی برای چی چسبیده؟ خب راننده بدبخت باید بره بشینه صبح تا غروب پشت این فرمون غربیله اش گاز بده، ای تیپ و مردم سر کله بزنه، این شوخی همه تیپ آدمی میان باید چکش کنی که فلان. بعد خیلی قصه ها مثلا خوبی صندلی نایلون چه رو صندلی خیس عرق میشه بدن. یا میگه آقا چیز صندلی چرمه، بابا کجا قربونه چرمه، صندلی چرم بشه قیمت چیز خدا تو من، این فوم پلاستیکیه به قولی که تره چرم نشسته، خیلی بدن خیس کلن. خب این خیس شدن بدن برای خود این فرد یه احساس روانی بدی داره دیگه، غیر از اینکه بوی عرق میگیره، غیر از اینکه مشکلات پوستی پیدا میکنه، مشکلات انگلی و باکتریایی پیدا میکنه، غیر از اینکه استخون درد میگیره، غیر از اینکه مشکلات مفاصل میگیره. خب این همه هست، ما همه اینا مشکله، این چه محیطی. حالا شما این رو اضافه بفرمایید به مسئله اینکه ما رانندگانمون در سیستم، چون حالا اینجا داریم بر اتوبوس رانی صحبت میکنم، فکر میخوام فیکس بگم، شما در ایران همچین چیزی نیست. یعنی راننده کاملا اکسپوزه، کاملا مواجه هست با مردم. چیزی که من دیدم در خیلی از کشورهای اروپایی اینه که توی باس راننده توی چیز شیشه ای، مثلا حالا شیشه ای هم که نمنظور از این پلکسی گلاس هست، پلکسی گلاس میگم، پلکسی گلاس میگم، از این
تلهای شیشه ای زخیمه که هم ضد گلوله اتفاقا، مثلا که چاقوی چیزی خنده داره ولی اتفاق نیست، چاقو گلوله یا چیز مقاومه. در این حال راننده هم با کسی تماس نداره، اگه بخواد صحبت چیزی بکنه میکروفون هست اینجا بلنگو دو طرفه، دستی چیزی نمیشه، کارت هم طرف اونجا باید کارت بزنه دیگه. یعنی تمام سیستم اینه، بلیط باید بخری، کارت باید بزنی، پول نقد خدا. خب ببینید شما مثلا ما چقدر توصیه داشتیم راننده تاکسی و راننده اتوبوس در همین ایام کووید بابت این داشته، چقدر تنش داشتن. و شما میبینید که حتی تاکسی در یک شهری مثلا مثل نیویورک که امریکا که خیلی بیشتر صاحبه، شما دقت کنید اصلا تاکسی یه چیزی داره فقط طرف پشت میتونه بشینه، جلو کسی نمیتونه بشینه، یه قشنگ یه تیغه مثل دیوار کشیدن اومده بالا، شیشه است بسته هم هست، طرف اگه میخواد حرف بزنه مثلا شیشه کوچولو بازش کنه. انگلیس لندن هم همینه، راننده جلوی فضای پشت پشت این سیکه با هم جداست. خب این میدونیم چقدر جلوی بیماری ها و آلودگی ها رو میگیره، بعد میخواد پول بده یه فضای اینجوری مثل این بانک ها یه چیز داره اینجوری میزنه، از این اینجوری اینجوری الا کلنگی میره میاد یه محفظه است باکی میکشه پول میریزه توش میده جلو اون طرف دست شد. خب این باشه خیلی بهتر از اینکه طرف دست اینجوری بیاره فیس تو فیس صورت تو صورت هر بیماری اون پشت بشه اینجوری. که ببینید اینا عوامل محیطیه، خیلی تعادل زندگی کار. بعد دقت کردن دیدن که اینا روی شاخص‌های مختلف تاثیر داره. شاید ساده ترین شاخص رو بتونم براتون بگم تو این همه روزه که دارم براتون میکنم پای من باید نگه دارم، اینه که در درجه اول چرا باید باید تعادل کار زندگی حفظ میزنیم اساس بهرهوری سازمانی. چرا اساس بهرهوری سازمانی؟ ما میگیم که وقتی یک کارمندی توی محیط تعادل داره بین کار و زندگی دوپینگ داره، این تعادل بین کار و زندگی بهش کمک میکنه که اون فرد لذت ببره. به فرد دوپینگ یعنی چی اون فرد لذت ببره؟ من چیزی که خودم دیدم خیلی زیادن، عدد ندارم، عدد خیلی کم دیدم کارمندی رو فرض رو داره برای کسی که سازمان خوشحال صبح پاشو بره سر کار. و سوال معروفی که ما توی دوره خداگاهی حالا میرسیم به خداگاهی، اول اینکه که اگه تو مثلا چه میدونم همین حقوقی که الان میگیری همین حقوق رو بهت میدادن، خب همین حقوق رو بهت میدادن برای این کاری که الان میکنی، میگفتن نمیخواد بری سر کار بابت حقوق، یعنی حقوق رو بهت میدیم تو نری سر کار هم بدیم حقوق رو میدیم خیالت راحت تخت تضمینی، آیا میریم سر کار؟ من اینو بهتون بگم تو دوره خودآگاهی ما تست میکنیم میبینیم معمولا از هر 3 نفر شاید 4 نفر 5 جایی که آمار بالا رئیس اونجا وایستاده و یا فیلم داره ضبط میشه روی صورت اینات میترسن، چون میترسن خب میگه نه 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 آره من کارم رو خیلی دوست دارم. خودتی نه عزیزم اگه کارت دوست داشتی 40 دقیقه در روز چیز دارم تو میخوای 40 دقیقه در روز بازده داشته باشی، ببین کسی میگه من کارم رو دوست دارم که بازده 6 ساعت در روز. و اگر شما میگید که من بازدم خوبه، میخوام بگم شما یه نفری، شما 2 نفری، شما 3 نفری، من دارم صحبت 84 میلیون نفر میکنم. ببین 84 میلیون نفر یه جمعیت شاغلی داریم دیگه، این جمعیت شاغلی نسبتیه، عددشو نمیدونم، عدد ندارم، مثلا میگم این 80 میلیون شما بگو مثلا شاید 20 میلیون نفر شاغل هست، 30 میلیون نفر شاغل هست، حالا یه سری سالمند داریم، بازنشسته داریم، یه سری بچه داریم، خوب اینا هم باید حساب بشه دیگه، یه سری نونخور داریم به اصطلاح، یعنی افرادی خانه دارن بیکار هست فلان اینا، حالا چیز اینا، ولی اونی که شاغله جمع مثلا بگیم 20 میلیون 30 میلیون، از این 20 میلیون 30 میلیون شما خیلی کم هن افرادی که 6 تا 7 در کار کنن. اگه میکردن خب عددمون بالاتر بود دیگه، 40 دقیقه در روز نبود، 45 دقیقه در روز نبود. و در این حال اصلا نمیخواد بره سر کار وقتی این پولم میده، پس یعنی علاقه نداره به اون کار. این خیلی نکته است، یکی از مهمترین و کلیدترین نکته هاست. حالا ما پرسشنامه داریم برای بحث تعادل کار زندگی که اگر دوست داشتید حالا اون پرسشنامه رو ما هم پیش میکنیم که انشالله، البته ما یه پرسشنامه رو به صورت گوگل دادیم آنلاین، خیلی ساده هم هست، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده چی شده اون از این حرفا که میگن نشد، ولی خب ما تست کردیم، یعنی هم من تست کردم، هم خانم رسمان تست کردم، من به چند نفرم دادم، خیلی راحت انجام دادنش. شما گوشیاتون لمسیه و خب همه گوشیاتون توش بالاخره اندروید سیستم عاملتون یا اپلین دیگه، های او اس هر چی هست،
شما یه ایمیلی تو این گوشی دادید که این گوشی فعال بشه، وگرنه به روز رسانی نمیکنه. خیلی از این برنامه باید نصب بشه، همه اینا هست، پلی استور گوگل میرین نمیدونم فلان، بس ایمیلتونه هستتونه هست، پس شما ایمیلتون رو گوشی ثبت پس دارید و خیلی راحت میتونید با همون بیاین تو اکانت گوگل، مشکلی نداره و این گوگل میخواد. و دلیلی هم که ما اینو دادیم اینجوری، هیچ جوری هم نیستش که شما راه دیگه ای ندارد، یا باید اسمتون رو بالاش درج کنید یا باید بر اساس ایمیلتون بیاد. ما گفتیم که اس درج نکنید، هویت مشخص نشه، چون ایمیل که میاد ایمیل رو فقط گوگل استفاده میکنه، من نمیدونم چیه، به منم اسم نمیاد، نه به من نه به خانم رسان نه به کسی دیگه، فقط به ما میگن مثلا 20 نفر دادن. من فکر می‌کنم گوگل ایمیل میخواد برای اینکه هر یک نفر بیشتر از یک بار پرسشنامه رو نزنه، صحت اطلاعاته. فقط شما ممکنه بگی که خب من خودم زدم، دوستم هم زد، با گوشیم زد، همه با هم نشستیم فلان، به قولت یه کاسه بود همه دست کردیم تو این کاسه، نه میگه هر کی ظرف خودش مستقیم میاد چه بده نیست خبره، بعد احسای اونه. و ان شاء الله حالا اون جواب بدین، پرسشنامه تعادل کار زندگی رو براتون میفرستیم. ببینید میگم یه مقداری حالا اوایل دوره طبیعیه تا با هم ست بشیم، ما این دوره رو جون داریم تا 50-60 جلسه هم ادامه بدیم. ماجرا اینه که میخوایم یواش یواش با هم همه چی چک بشه در بیاد، خب چه مطلبی کجا چه کاری به چه صورتی داره انجام میشه. خب یه سری مهارت ها رو با هم یاد میگیریم، یه سری مسائل رو با هم چک میکنیم. و خب حالا از بد حادثه یا از خوبی حادثه، من یه مقداری بچه فضولی بودم، از بچگی کودکی بیش فعال بودم، حوزه‌های مختلف کار کردم، مثلا تو کامپیوتر یه مقداری چیزای قدی نخود اینا سرم میشه، یه چیزای بلدم. خب به شما در عین حال این مهارت‌ها رو هم یاد میدم، چون نیاز در عصر امروز اینا رو استفاده کنید، این مهارت‌ها رو شما تو محیط کاریتون به کار میبرید، از اون بحث تعادل کار زندگی به درتون میخوره، استرستون خیلی کمتر میشه. مثلا میخوام بگم همین پرسشنامه که ما با گوگل داکس دادیم، یعنی با داکس میشه داکیومنت، یعنی سند اسناد گوگل، پرسشنامه یا آنلاین رایگانه، اگه شما بتونید یاد بگیرید از این استفاده کنید، خیلی از ارزیابی های محیطی محلی شرکتی سازمانیتون به همین راحتی انجام میشه. خب شما حالت عادی باید یه فرم کاغذ زدن، کاغذ 2-3 هزار تومان هزینه تو این کسی یه روز، بعد شما جلو باید بسنید برید یه دستی استخراج کنید، خب این مستقیم که طرف زد تو گوشی لمسیش، حالا هر زمان من باید شما رو پیدا کنم، یقت رو بگیرم، کاغذ دست رو خوش کنم، گوشی راحت میزنی فردی از این هم. اینی که زدی بعد ارسال که میکنی اتوماتیک اون وقت کامپیوتر تو گوگل حساب میکنه، به منم نمیگه چی زد، یعنی خلاص. حالا اگه شما مثلا بخواید برای کارمندی مشخص که حرفم مشخص نمیکنه اونم داره، ولی الان فرم کاملا محرمانه است، یعنی مثلا نمیدونم چی زده، من فقط میدونم به کی دادم، چون از کجا میدونم زدم، من به 3 نفر دادم، هر کدومشون زدم گفتم ما دادیم، اون 3 نفر میشناختم میدونستم مشخصاتشون رو. ولی وقتی که مثلا میگم 200-300 نفر هستن، 400 نفر هستن، من از کجا میخوام بدونم کی کیه چی کار میکنه، تا عکسش نباشه تا اسمش نباشه من نمیدونم که چه خبره. برای این خیلی خوبه از نظر گمنامیش و از نظر کارکردی که داره. اینا رو باید میدونه با هم بسنجیم، اینا رو باید میدونه با هم ببینیم. الان که من دارم نگاه میکنم این وقت پیش همون چند کنم، یه سری مسائلی داریم تو حوزه های بحث از تعادل کار و زندگی. یکی از موارد خیلی جالبی که هست بحث وضعیت نظارت در شغل. این که خیلی از شما براتون داریم ما نظارت یعنی چی شروع باده سر، ولی میخواه ایتون بگم اتفاقا اگر کسی از نظارت سازمانی، نظارت سازمانی اصولی ها بر کار خودش ناراحت باشه باید تعجب بکنه. چرا باید تعجب بکنه؟ ببینید اگر من یادم باشم که از این کار در نرم، اگر من درست کار کنم اتفاقا من دوست دارم نظارت بشه بکنم. چرا دوست دارم؟ برای اینکه دیده بشم، برای اینکه مشخصه که من چقدر خوب کار کردم. خب یه چیز طبیعیه ها، زمانی که شما خوب دارید کار میکنید، هر نظارتی روی سیستم برای شما بشه، اتفاقی که خواهد افتاد این است که شما بیشتر دیده میشید، کارتون بالاتر میره، کارتون بهتر. و آیتم بعدی که میتونم بگم بحث ارزش شغل. این که میگم ارزش شغل ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که به طور معمول در ایران کشور خودمون یه سری از مشاغل ارزشمند تلقی میشوند،
مشاغلی ارزشمند تلقی می شود. یه سری مشاغل پول توش خیلی ارزشمنده، یه سری مشاغل پرستیژ توش خیلی ارزشمنده. خب یه سری مشاغل پرستیژ داره ولی ارزشمند نیست، یه سری مشاغل پول زیادی داره ولی ارزشمند نیست. استانداردی که در کشورهای توسعه یافته هست اینه که میگه شما کار میکنی اینجا، یک، دو، کار قانونیه، سه، مالیات میدی، پس آدم ارزشمندی است. مهمی چی کار میکنی، اصلا مهمی چی کار میکنی. پس یک، کار کنی، دو، کار قانونی باشه، سه، مالیات بدی، یعنی سهم جامعه رو. حالا با این استانداردها آیا به ما میخوره؟ آیا داره؟ میگه چی کاره؟ میگه اصلا خجالت میکشه بگه شما قبرس داریم، قبرس یه جوک میگفتن خر از قبرس باز، میدونیم که خرهای قبرس خیلی کره خرش خوشگل بود، الان دیگه ممنوع شد صادرات خر از قبرس، خیلی میوردن که سای عربی برای بچه ها که کره خر و اینا در حال انقراضه. حالا این هم به باب مزا گفتم زنستین زرباز. در کشور قبرس شما میگین طرف به سلام سوپاره هست، یا همون چیزی که ما بهش میگیم سپور. سپور کلمه بعدی نیست، سپور یا سوپاره واژه فرانسویه به معنی چیزه، جارو زدن، جارو زنه، جارو کش، کسی که جارو میزنه بهش میگن سوپر. حالا فارسی مثلا چیز امروزه مثلا ولی بعضی هم که میگن مثل اینا که میگن طرف مالکشه، یعنی هر کاری گند کثافتی که مثلا من خراب کاری کردم یه طرف دوره درستش میکنه. این هم یکی تو همون مایاد. حالا این در نظر داشته باشیم بحث سوپراشونه، میبینیم مرد زن هست داره کارشون میکنه، همین تا کارش تموم شد سعیم لباسی در میاره و مثلا حالا شما اومده بعد از اون هیچ کار میکنه من شهر دارم کنم روسیه بدین، همین حالا اصلا طرف آرام نمیده کاره. اما ما اینجا کار میکنه، کار نمیدی مهندس دکتوری، طرف حتی آمپول زنیه اصلا در این حده بهیار شده، آقای دکتر میده احترامی رو پوش کنه، طرف میده ترم یکه رشته پزشکی ترم یکه، گفتن یه چیزی بشه آقای دکتر، خانم دکتر، یا الله فلان. ما دوستانمون هستن الان پی اچ دی داره میگیره، دکتر لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکتر فلان، طرف حالا مثلا چه میدونم بابا، حالا خب امتحان جامعش هم داده الان چه 20 روز دیگه دفاع، یعنی دفاع نکرده چرا بهش میگی دکتر؟ یا آقای دکتر بابا این پزشک عمومی با احترام بسیار زیاد به این عزیزان و زحمتی که میکشن و ما دست و پاشون هم میبوسیم به خاطر اینکه جون ما رو انقدر خوب نگه میدارن و سرو میکنن، این در بهترین حالت میتونم فوق لیسانس بگیره، فوق لیسانس یک سر هست بایم بخونه، فوق لیسانس بیبرده. خب کارشناسی ارشد منصوب میشه پزشکی دکتر حرفه، کارشناسی ارشد نگرفته ترم یک تو بگیم که دکتر به اون نمیشه، این میشه که ارزش شغلی. و ما متاسفانه جامعه همون جامعه دکتر زده هست، به من از اینکه طرف دکتره دکتره برش اعترام وارد میشه، ولی خب مثل طرف کارافرینه و دیستومه کارافرینه، هر سفر بوده سر کار نون خوردن، این دکتر این تا برسه به تخصصی، برسه به یک کارافرینی، اینا پر 50-60 سالش باید بشه و یه پول و سرمایه عظیمی باید هنگفتی تا برسه ایشون به اینکه بتونه مثلا یک کلینیک جایی داشته باشه، چند نفر بیرسه سر کار و خدمتی فلان. هم خب این میشه چی؟ این میشه اون بحث تعادل کار زندگی. میگه خب راننده ای عصبی کنه، در که شما همین راننده اتوبوس در سوئد در آلمان مسائل سخته، حقوق خیلی بالایی میگیره، مالیاتشون کمه، زیرم بازنشست میکنه خیلی زود. مثلا شما طرف فرض کنید 35 سالشه، میدونید که توی اروپا الان سن بازنشستگی حدود 70 سال شده، همچنین داره میره بالا، 65 دلار رسیده نزدیک 70، تو 2025 دیگه پیک همه کشور حتی اقل سن بازنشستگی 70. طرف 35 سال سن بازنشستگی که چند ساله اومدی سر کار، مثلا 24 ساله اومده، میگه چه جوری شده تا الان رفت؟ میگه 12 سال پول کردم فارغ رو، چون کار کار سنگینه خدا. خنده دیگه این چیزی آدم نمیدون چیکار کنه، بخنده گریه کنه چیه چیه. و ما حالا کشور خودمون فرد. خب این ذهنیت هست. حالا من یه چیز بهتون بگم، منباب نزا یکی از دوستای ما این من خدا حسی که داشت یه چیزی سید رو من بگفت، میگفتید که دکتر اصلا نباید بیاد اینجا. گفتن چرا؟ گفت ببین اینجا کسی به فهم دکتر هست باید دوست نمی کن. گفتن یعنی چی؟ گفت ازدواج رو داره کنن کسی باید دوست نمی شد. گفتن چطور؟ گفت چی میگن این دکتره اختیار زندگی از خودش و شیخ فایستو یا میگن بیا و آنکال و اینجوری و
زنگ میزنم برو بیا یک باری اینا دوست هم نمیشون آقا مهمونی میخوایم سفر میخوایم بریم فلان جا اینا دکتر نمیشون دیگه دکتر باید باشه من هم یه سطح دوست هم مثلا چه میدونم برفت من با حسن حسین مثلا ایه دکتره بزن اون با من دوست هم یه اینجوری حالا ما که خدا شکر جز پزشکا نیستیم ولی خب مسئولیت سنگینی هایی وقتش من شونه هم و زور شده این هم مثل مسئله عرض شغلیه که خیلی مهم اینه که فرض میاد یه احساس میکنه که من هر کاری بکنم کسی نمیبینه من کاری کردم کسی نمیبینه در این حال هم که بیارزش هم که چی راننده بنی هندلی خب البته میدونیم که توهین به راننده ها از کجا شروع شد خدا رحمت کنه آقای دکتر شریعتی رو ایشون با دکترای ادبیات راجع به همه چیز اظهار نظر میکرد ورژن جدید دیگه بالاخره حالا شما هیچ کدومتون شاید باورتون نشه فکر میکنید دکتر شما ایشون دکتر ادبیات لیسانس و لیسانس دکترش ادبیات و ایشون دهه 40 بود فکر کنم اینا از اول دهه 50 راجع به راننده ها گفته بود این جماعت جعلق بنی هنده جعلق به عربی یعنی پشه این جماعت جعلق بنی هنده ایشون عبارت بنی هندل رو ایشون سکته زده یعنی اگر که بگو هر چه فریاد دارید بر سر امریکا بزنید بدانید و آگاه باشید آن آقای دکتر شریعتی که انقدر شما سنگش رو سینه میزنید و همه مثلا لفت به قلم ایشون خودش یک نقش بسیار مهم در انحراف اجتماعی نسبت به شغل رانندگی داشته یعنی ایشون ذهنیت منفی ایجاد کرد به هر دلیلی خب یک طبقه شغلی وسیع که راننده تاکسی میشه راننده ماشین سنگین میشه راننده ماشین عمومی میشه خب این راننده های عمومی رو نابود کرد باشن به قول یکی میگه هرچی اگه بدن بودن بخواستن اصلاح بشن دیگه نشد چه برسه به اون که بنده خدا چیز دالا مثلا یکی میگه آقا در زمان گذشته طرف خیلی چیز بود خیلی اینا گاریچی بود اومده فلان شده اون واقعا من ربطی نداره قبلش چی بوده ایشون اگر چه چیز بوده این اتفاق اجتماعی رو بدونین از اونجا اومده اون آسیبه چه تعادل کار زندگی ما واقعا اینکه مشکلاتمون در ایران در حوزه های حمل و نقل عمومی اینه من خب برای دانشگاه تاکسی رانی خیلی دوره داشتیم برای اون مشکلاتشون این بود من فقط به خاطر اون برای تاکسی میستم وزیر دخترم تاکسی داری فلان میکنه به هر جو میرفت میستم فلان حالا مرنده اوتوبوسی فلان مرنده این راننده ای اصلا کلاس رانندگی میاد با سپاس چرا؟ خب بعد آره میگم خب این رفتار بله یه بخشی از این رفتارها واکنشه وقتی من میبینم که هر چیزی نسبت به من یه گاردی داره به هر دلیلی من در این شغل هستم من دزدی که نمی کنم راننده اتوبوس خیلی خوبه در حتم کم دست هم میبوسم هاتم میبوسم من حاضر نیستم کار بکنم شما حاضر این کار میکنیم خیلی حرفا ما باید فکر کنیم واقعا ما حاضر نیستیم کرونا کووید من خودم بشستم دوش خونه بزرد کرونا رو تحقیق کرد اما راننده بدبخت میبینی میاد واقعا اینکه میگم بدبخت نه اینکه چیز باشه بختش بد باشه این آدمی که از به هر دلیلی داره این کار میکنه ایشون از جونش گذاشته حالا فشار مالی بوده یا این علاقه داره یا هر چیزی این باید فکر کنیم راجع بهش بعد این اصلا تعادل نداره از نظر کاری از نظر شغلی ما بهش داریم آسیب میزنیم یک بار روانی یک سوشال بردن برش تحصیلی اجتماعی ایجاد میکنه حالا چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه تعادل کار زندگی رو خوب بکنیم تنظیم کنیم به قول بچه من دارم یه اینجا تقلبا هم یه نگاه میکنم که بهتون بگم ببینید شاید 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 بالاترین نکته اینه که ما تو این دوره که پیش بریم اولین کارمون همینه یعنی ایجاد تعادل در کار زندگی که روش های مختلف ساده ترین کار اینه که ما بیایم اول ریتمای زندگیمون رو بشناسیم بعد از اون شروع کنیم به برنامه‌ریزی و مدیریت زمان گام بعدی اینه که یک سری مهارت های روانشناختی یاد بگیرید اساس اون مهارت ها فعالیت های زندگی استرس ها منابع استرس شغلی و زندگی رو پیدا بکنید و مهمتر از اون گام سوم اینه که اطرافیان ما سراندینگ پیپل هر کسی که دور برم یعنی همسر من فرزند من پدر من مادر من دوست من آگاه بکنم از این که کار من چیه دو چه نیازهای این کار از من
میطلبه، چه انتظاری این کار از من داره. ببین چه انتظاری این کار از من داره خیلی مهمه. یعنی چه انتظاری این کار از من داره؟ گفتم بهتون ما شرح شغلی یه سری چیزا نوشته است، یه سری چیزا ننوشته، چون الان ما با ساختار سازمانی نمیخوایم صحبت و کار داشته باشیم. مدیر نیست الان، فرد شخصه. من خود شخص دارم میگم، بنابراین من باید خودم، اطرافیانم، اون تبره باید تیز باشه. گفتم خب چه کارهایی میتونیم بکنیم برای اینکه این تعادل رو ایجاد کنیم؟ اولین گزینش گفتم خدمت گلتون که برنامه ریزی زمان. حالا اینو من خیلی خوب براتون بازش میکنم، دونه دونه میگم. همه اینا محتوا داریم، هم تو سایت هم itbusiness.com هست، هم تو سایت rozamind.com داریم، هم rozamind.ir. آدرسشون رو بهتون میدم، لینک ها رو براتون میدم، خیلی راحت میتونید ببینید، بخونید و استفاده بکنید. ببینید ماجرایی که داریم به این شکله. من باید اول از همه بیام مشخص کنم توی روز زمانبندی خورد و خوراکی چند ساعت خوابه، خواب شبه، اونها چند ساعت ترس میده. اگر رفت در ایران من برنامه ای که داشتم، الان اگه حضور زنده شوشم نمیتونم آمار زیاد بگم، خیلی زیادی از افراد، این درصد به انسان درستان، خیلی زیادی از افراد خیلی هم دقیقا 4-6 از وقت ترس داشتم. 4-6 ساعت، این 4-6 ساعت خیلی کارانشو توش کرده. حالا شما ممکنه بگید این 4-6 ساعت چی هست؟ بخواهم بگم مثلا یه نمونه. من از این 4-6 ساعت هستم ممکنه 2-3 ساعتی در فایل رفت بشه و برگشت. خیلی خود تو تایم رفت و برگشت چیکار میتونم بکنم؟ ساده ترین کار ممکن میتونم بخوابم. شما ممکنه بگید چرا خواب؟ حالا اتفاقا یکی از بهترین پیشنهادات خوابیدن. چرا خوابیدن که این پیشنهاد خوبی باشه برای این کار؟ وقتی که من میخوابم انرژی ترک میکنم. چجوری میتونم بخوابم؟ در صورتی توی سرویس که توی ماشینی باشم وقتی رفت و برگشت. اگه دقت کرده باشین الان مثلا توی چین و توی ژاپن توی اینستاگرام زیاد ببینید مثلا ابزارها و امکاناتی هست که به طرف میدن و اینکه مثلا اینو داشته باش یا حالت بالشتوری یا مثلا محافظ گردن چیزی که بخوای بخوابی اینجوری مثلا بذار پشت سرت مثلا تکیه بده سرت رو مترو بخواب 40 دقیقه 45 دقیقه تو مسیر مترو یا توی اتوبوس که داره میره میاد سرویس چرا نخوابه و شاید بهتر در کاری. خب خوابت نمیاد اشکال نداره، میتونی مثلا برنامه زبان نصب کنی، زبان یاد بگیری. خب زبان به چه دردم میخوره؟ به همه دردت میخوره. تو انگلیسی بلد باشی خیلی اتفاقات خوبی میفته، اسپانیایی بلد باشی، آلمانی بلد باشی خیلی اتفاقات خوبی میفته، روسی بلد باشی خیلی اتفاقات خوبی میفته. یعنی سه زبان اصلی که مهمه یکیش انگلیسی، یکیش روسی، یکیش آلمانی. تو اگه مثلا انگلیسی بلد باشی خب خیلی از مردم دنیا انگلیسی. اگه روسی بلد باشی، روسی تقریبا موضوع جالبش اینه مترجمه های روس سالانه هر کتابی گیرشون بیاد از مقاله گیرشون بیاد به روسی ترجمه میکنه. این تو ادبیات دنیا چه کتابی تخصصی کتاب عمومی کلی کتاب روسی، یعنی کتاب امسال در اومده 2020 2021 که سه ماه بعدش ببینید شما روسی ترجمه شده اومده، ترجمه خوبی هم داره روسی. یعنی مثلا اینکه ممکنه بگه زبان روسی رو چه در هم بکنی، شما علم روز دنیا رو دارید. بعد میگه چه فایده داره؟ میگه چیز دانایی توانایی، knowledge is power، جمله فرانسیس بیکن. تمام این دنیای غرب سیستمی که داره ایجاد میکنه برای اینکه من شما هیچ دانایی نداشته باشیم چیکار میکنه؟ انگار اطلاعات چرت و پرت میده که ما از زندگی بیفتیم. چه جوری با اینستاگرام، چه جوری با فیسبوک، چه جوری با عزیز رو شما شناسه تلگرام، چه جوری با واتساپ. حالا نگین من عامل فلان اینا، نه من اتفاقا با دوستان عمو فیلترینگ و فلان و اینا عمو کانسیچی و اینا مشکل دارم. بدبختیم ما اینترنت رو بزن قطع کنم اون فایل ساده رو بگیریم نمیتونیم. من روز کلی کار دارم، برنامه نویسی میخوام بکنم، برای دیتابیس استفاده کنم. دیتابیسش آنلاینه، میدونی خرید اون دیتابیس چند میلیارد تومن، هیچکی نمیخره تو دنیا، حتی شرکت های غول هم اشتراک اینترنتی داره. اما اینترنت اما نفته ایت هست که شما توی اینستاگرام همه از چیز تو توی فصل استازی توشن، شما پا میشی میری توی واتساپ، پا میشی تلگرام، ببینم تو چه گروه های عضوی، گروه خالمینا، گروه مامانمینا، گروه عمومینا، گروه بابامینا، گروه فلان، گروه های خبری نمیدونم وی او چی چی نمیدونم، اون یکی از رادیو دیشب، رادیو پس فردا، اون یکی از نمیدونم کار مثلا چیز کانال تلگرامی من تو ما شما نیشان، نمیدونم اون یکی بیلی چل بیلی پنجا خاج خشت از این چیزا، یکی دیگه از کانال نمیدونم دویچه وله، دویچه بازه، دویچه یقشو گرفتنه چیه، مثلا یکی دیگه کانال
چیچی نیوز، محمد نیوز و تغ نیوز و حسن نیوز و خاور نیوز و پاور نیوز و همه این چیزا رو داره. خب نیوز دیگه نیوز ایجنسی هست. این چه چیزیه؟ این چه چیز سودمندیه؟ چه فایده ای داره؟ اتفاقی که میفته اینه بمباران اطلاعاتی میشیم با چرند و پرند با چرت و پرت و مطالب مفت و مطالب بی‌ارزش و نظرم تحتیش هم غلط. خب اتفاقی که میفته که بمباران میشم استرس هم به بالا. خب خیلی بهتره که نباشه دیگه. حالا شما نشستی زبان یاد گرفتی، وقتی میخوای زبان یاد بگیری دل آلزایمرت رو میگیره. وقتی داری زبان یاد میگیری ناخودآگاه یک مدیریت استرس خیلی بزرگی داری. چجوری مدیریت استرس کنی با یاد گرفتن زبان؟ حالا میرسیم به بخش مدیریت استرس کامل بهت میگم. وقتی من دارم زبان کار میکنم یه سری از نقاط مغزی باید فعال بشه. اون نقاط مغزی وقتی باید فعال بشه و وقتی باید کار بکنه نقاط، یعنی برای اینکه اینو فعال شن باید اونو از کار بیفتن. خیلی خوب شما استرس بیاد پایین. پیغمبر می‌فرمودن که عقل سالم در بدن سالم است. مغز در بدن اگه نیست چیه؟ خب شما میخوای عقل سالم بعد مغز رو سالم کنی چجوری باید زبان آموزی کنی؟ یه اپ ساده زبانه. آقا من نمیدونم چیه فلان. ببین که من دنبال مفخوری این همه من دنبال مفتری و مفخوری. آقا مفتری و مفخوری بده کنار. مفتری و مفخوری خودت پولش میشی، خودت هزینه شی. یه برنامه هست اسمش نمیبرم، هست برنامه زبان خیلی خوبه، انگلیسی از فارسی هم هست. اصلا شما 10 تومن بده 30 تومن بده خود 30 تومن بده پولی ندیدی اتفاقی نیفتاده. تو من الان آشغالی ترین مزخرفی که بیرون میپوشن این نمیدونم چی چی ها عرضی ها میگن سمپوروشیه بهتره بگیم غذایی که فست بوده آشغالی ترین 30,000 تومن. تو میخوای یه اشتراک سالانه 30,000 تومنی بگی که لزمه مادام روم رسی کنم یه بازی پدر پولدار رو بگی بازی کن. خب مثلا کلا شما سیدی شو بخر، پکیجی شو بخر، همه چی اپ رو گوشی شو داره نمیدونم فرمشو بازیش هست بکن 10 تومن 12 تومن میشن برای گوشی تو. بازی پدر پولدار نیست برای حالا اسم بازی رو میبینم براتون میفرستم اسمشو. خب ولی منظور اینه که به شما یاد میده که چجوری شمع اختصاصی داشته. شما برای اشتراک بخر نمیدونم چیزی سایت هایی که هست مال سایت های تحلیلی درست بود نیست تو که چرت و پرت هایی که کانال های تلگرام و اسکالپرن و سخته بازن و بعدکی ما هیچ کار دو. خب پس بنابراین این یکی سرمایه که داره. حالا شما با این استرس نیست در کار های تعادل داریم برای همین میگم خواب خیلی خوب. پس بعد از این که زمان بندی رو درست کردیم حالا باید بریم چیکار کنیم؟ حالا باید بریم یه فکری بکنیم که بازده کارمون چجوری میتونه این بالا. برای اینکه بازده کارمون رو این بالا این یه مقدار سخته. باز تو بحث برنامه‌ریزی مدیریت زمان خیلی کامل بهتون بگم. ما میایم یه سری کارا اولویت بندی میکنیم. بعضی از کارا مهمن، بعضی از کارا باید فوری انجام بشن. یعنی واسه اهمیت و واسه فوریت. یه سری کار هم مهمه هم با سریع انجام بشه. یه سری کار فقط مهمه، سریع نباید انجام بشه. یه سری کار سریع باید انجام بشه، مهم نیست. یه سری کار نه مهمه نه باید سریع انجام بشه. یه چک لیست چجوری می‌نویسیم اینا بعد حالا کار می‌کنیم چیزای مختلف داریم. باید یواش یواش برنامه‌مون به این بشه کارهایی که خیلی مهم و سریع اوله، بعد از اون کارهایی که سریع باید انجام بشه، بعد از اون کارهایی که مهمه اینا رو می‌ذاریم کنار هم ترکیبی انجام می‌دیم. بعد یه حالت شدت می‌ذاریم کار سریع کار کند کنار هم که یه پالیسی داشته باشیم در یه لیستی داشته باشیم بعد برنامه رو بشکنیم. خیلی تو برنامه‌ریزی مهمه. مثلا شما میگی ورزش 3 ساعت، من میگم ورزش 3 ساعت نگو، بگو ورزش تبدیل کن 50 تا حرکت. دراز نشست دارم، بازیست دارم، نمیدونم شنا دارم. بس این فقط میگم شنا نیست، دراز نشست فقط دراز نشست. حداقل 70 مدل دراز نشست داریم. شما این من دراز نشست برم یعنی کلی نه چه مدل دراز نشست برای خودت برم میتونی 10 تا میخوام برم 10 تا دراز نشست هر کدوم 10 تا 5 شنا میخوای بریم مثلا شنا 17 مدل داره اسم میتونم 16 مدل 20 مدل هر چی دلت میخوام یه عدد. خب بگو میخوام اینو برم مثلا 3 مدل شنا. خب شما 3 تا دستی دراز نشست دوستم 10 مدل دستی شد 13 تا کار دارد. ببین اینا اون برنامه ریزیه. پس بنابراین شما بازدهتون میره بالا یواش با همین که اینو داشته باشه بدون این چیه. بگی من امروز دویدم، امروز مثلا ورزش کردم، کلمه کلیه بشکنی کتاب خوندم. چه کتاب خوندی؟ 5 صفحه 4 صفحه. اینقدر قشنگ با این سیستم میرین جلو خودتون یواش یواش مثبت پیدا میکنی. مثلا وقتی مطالعه میاد، وقتی آموزش زبان میاد، یواش یواش حالا این زبان فهمیدم ممکن زبان برنامه نیستم. تو به تدریج اگه بتونید یک برنامه خیلی خوب داشته باشید ساده برای خودتون، یه زبان برنامه‌نویسی ساده رو یاد بگیرید. خیلی زبان‌های ساده زیادی هستن. شما نهایت ظرف 9 ماه مسلط بشید.
هر روزه تشریف دارید 3 کیلومتر روزی 2 ساعت وقت بذارید، نهایت 9 ماه شما سوار یک زبان برنامه‌نویسی هستید و خب درآمدهای بسیار کلانی هم تو کارتون میتونید استفاده کنید. جای دیگه کارتون از دست رفته، در این حال مغزتون هم کار افتاده، این جلو آلزایمرتون رو گرفتین، یه چیز جدید یاد گرفتین، وقتتون هم پر شده، مدیریت زمان هم کردین، یه درآمد خیلی خوبی دارین. بتونین اوکی بشین بعد 2 تا 3 سال راحت در سال از برنامه نویسی 500 الی 1 500 میلیون الی 1 میلیارد بتونین درآمد. خب اون البته همین الان به من نگه خودتو چرا داری نداری، ماجرا اینجاست که شما باید به تعدیل زمانی فکر میخواد برسه 500 میلیون 1 میلیارد فلان، آدم که 7 8 ساعت در روز باید این کارو بکنه دیگه، بعد باید این زبان انگلیسی بخونه کتاب فلان. ولی میخوام بهتون بگم حداقل درآمد خیلی خوبی خواهید داشت، خیالتون راحت میشه و میچسبه. حالا شما ممکنه کارهای دیگه ای بکنید، خیلی کار هست، فرض میخوام بگم شما ممکن اصلا وارد اون نشید، برید یاد بگیرید تولید محتوا، اما چی این سازگاری افزایش دادن هست. حالا تکنیکاشو دونه دونه میگیم، سایت های مختلفی هست، ما الان 2 تا سایتی که راه اندازی کردیم، یکی روزاماند آی آر، یکی روزاماند کام. این سایت های انجمنی هست، فرومه، یعنی شما نیاز به کار خاصی ندارید، خیلی راحت میای مطلب توش میمیسید، خیلی اینا پشتش هوش مصنوعی و برنامه نویسی سنگینی داره، به راحتی تو اینترنت پخش میکنه و به همه خبر میده شما این کاری کردید. ما مثلا سایتمون رو داشتیم داریم تست میکنیم الان، به هیچ کس اعلام نکردیم، جای تبلیغ نکردیم، هیچ جا نمیدیم، به راحتی هر یه مطلبی که میذاریم چیزی فلت بازدید میخوره. و جالب اینجاست که شاید کلا انقدر عضو تو این سایت نیستن، تو این انجمن نیستن، 3 تا 3 نفر 4 نفر عضو بشن و هر مطلبی که میذاریم حداقل 30 تا بازدید میخوره. سایت عادی داریم، سایت عادی اون مطلب اون 10 تا 5 تا 15 تا تازه بعد از 3 هفته. خب ظرف 1 هفته نشده نهایت ما به 30 تا میرسیم بازدید، گاهی اوقات یه شبه 30 تا بازدید پر میشه. این میشه بازدید کار هفته. یه بحثی هست بحث انعطاف پذیریه. بحث انعطاف پذیری یعنی چی؟ ببینید بحث انعطاف پذیری آن چیزی است که تو محیط کاری ما اصطلاحا بهش میگیم از بیت خسته شدی کلنگ برد، یعنی چی؟ یعنی من بتونم یه سری از مسائل مختلف کاری رو هندل کنم. البته انعطاف پذیری شغلی بخشیش به عهده شما، بخشیش به عهده خانوادتونه، بخشیش هم به عهده صاحب کار شما، یعنی محیط کاری. اون دیگه که به عهده شما و به عهده خانواده است، به چه صورت؟ یعنی اینکه خانواده درک و مفاهمه و زبان مشترک پیدا کنه با شما و جنس کار. دو اینکه شما خودتون نیازهای کاریتون رو بیاد بگید. یعنی ما یک غلطی در جامعهمون داریم، مرد که نباید حرف بزنه، مرد که نباید کارشو بگه، مرد که نباید خب این چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش این است که خود این آدم مثل بوت اوزا میاد و میره و فلان تمام. حرفه لاله یه چیزی میگفتش که هر چند سخن به لطف آب از کم گفتن هر سخن ثواب است. خلاصه اینا یه همچین چیزی میشن، یا به قول سعدی میگفتش زبان بریده به کندی نشسته سومون بوی، بعد کسی که نباشه زبانش اندر حول، طرف 40 تا درفته سر کار اومده لامپ کمرس بزن دیگه سنیم دونه کجا کار میکنه. با من کارمند وزارت اطلاعاتی حالا چی کار داره میکنه؟ کارمند ساده خیلی خواه حرف بزن تو خونه بگو چه مشکلی دید، حداقل اونها به دیر ندن، حداقل مکتهی به خشباش ندن فلا. خب بالاخره اون بچه که اون زن که بالاخره میدونی حالا مثلا خانوم باشه، اون بالاخره بچه داره شوهر داره، اون انتظار داره نمیدونه شما چه خبرش رو سر کار، همین که میره برشون میگه، همین که برشون این تعریف میکنه، خب طرف که آرامش پیدا میکنه و احساس میکنه شما شیر کرد تجربه تو، در این حال هم گیر نمیده. چه میدونم حالا مثلا دختر شما، پسر شما، هر کی از همسر شما الان میخواد اینو خوش بریم بیرون، خوش بریم بیرون، خب این انعطافتون رو کم میکنه دیگه، خشکتون میکنه. خب آقا من خستم امروز، اصلا تاپکارم با من به هر دلیلی درست نادرست دعوا کردم، اصلا خورده، میخوای نیم ساعت یه ساعت چه میدونم حالا مثلا دوستان برفرض میگم شما راننده هست، مثلا یهویی یه تصادف خیلی دهشتناک شد، یکی از دوستانتون خدای نخواست یه عارضه بیماری چیزی سکته چیزی بوده، به اتفاق بدی افتاده، ما اتفاقی دعوای در این چیزی کف خیابون زیاده من پیش میاد، خب شما دیدین الان اساستون به هم ریخته، یه استراحت میخواین، آرامش میخواین، از صبح رفتی تا بعد از اون کلی راننده، کلی مسافر، کلی چی تو هوا 40 درجه 50 درجه بدون کولر هر چیزی بحث کردی، استرس داشتی، خب تنش استراحت میخواین. اینها اون نکات و بحث ایجاد رضایت شغلیه که توی رضایت شغلی یه مقداری من الان سعی می‌کنم کمتر صحبت کنم، چون فاکتورهای بسیار زیادی رو به ویژه در
حوزه رضا سازمان، که رضا سازمانی اینها رو ترجیحا باید اول با مدیران صحبت کرد. من سعی کنم در محیط کاری اتفاقاتی بیفته که رضا سازمانی برسه، و در نهایت اینه که شما یک سری زمانهایی رو باید به خودتون اختصاص بدید. یعنی چی؟ یعنی ببینید، شما درست است که همسر هستید، پدر هستید، مادر هستید، درست است که فرزند هستید، یه تایم برای خودت روز اختصاص میدید، روز سکوت بگید، نیم ساعت یه ساعت به کسی حرف نزن. حرف نزن، حرف نزن یعنی که یعنی فکرم نکنه. البته میدونم فکر نکردم خودش یه فکره، فکر نکردم به چیزی یک فکره، اما میخوام یه چیزی اینجوری بهتون بگم. چون این نظر بگید این کسا رو کنم، میخوام حرف بزنم، ساکتم، کتابم نخونم، چیزی هم نمیم، نیست ساکت، تلفن جواب نمیم، ورزش کن، یوگا کن، زن، مدیتیشن، مراقبه، چیزهای مختلف. بفرمایید دوپین. به قول یکی از دوستانمون گفت قربون خودتون برین یه ذره. اینها مواردی که بهتون کمک میکنه. خب خیلی امروز صحبت کردم یه کله و فیلمش رو ضبط میکنیم برای عزیزانی که نیستن و لینکش رو میذاریم براتون که بتونیم بریم ببینیم. حتما به ما کامنت بدین این پرسشنامه رو که مال گوگل هست، حتما انجام بدید پرسشنامه رو و ما داشته باشیم نتیجهش بدونیم، چون پرسشنامه زمینیابیه، بدون نام هم هست و میخوایم بدونیم که با چه مسائلی باید اینجا دست و پنجه نرم کنیم، یه مقدار هدف گزینی کنیم، اون پرسشنامه رو سعی کنیم هر از گاهی تکرارش بکنیم برای اینکه بدونیم خب تا اینجا که اومدیم وضعیت چجوریست، از اینجا بعد چجوری باشد. و میگم را بندازیم اینو، چون به تدریج من از این پرسشنامه مختلف مثلا این جلسه تعادل کار زندگی حالا پرسشنامه شو براتون میدم اونم ببینیم. حالا چون پرسشنامه رو داریم، دیتا رو با هم جمع میکنیم، خب آقا تعادل کار زندگی نکاتش هست، به ما این هم کمک میکنه که هم خود شما بدانید اوضاع چجوریه، هم راحتهای شما بدونن که وضعیت چجوریه. خب و در این حال ما هم بدونیم که چه سمت سوی باید آموزش های بعدی و صحبت های بعدی و مشارکت ها و همفکری بعدیمون باشه و خب چه چیزهایی ما میتونیم از شما یاد بگیریم. دوستان از این عرضه بنده به پایان رسید در این جلسه. چون از من در این تون صحبت میکنم با دور تونده برای اینکه زمان ساهه میخوام که اونقا مفاهیم باشه. خب ویدیو هم هست استفاده میکنم، اگر هر کنون از این سوال دارم فهمش دارم بفرمایید، من در خدمت هستم، و اگر نه که دیگه فکر کنم رسما من در خدمت شما هستم هر امری داشته باشید. اگر اجازه بدید جلسه امروز خط کنم اگر کسی از دوستان سوالی نداره. صداقت رو نداریم، نبود سرکا خانم دستان ریاست محترم. بله در خدمتتون هستم آقای دکتر. از سلام دارم مجدد تکالیه، من عرضم تموم شد، شما فرمایش این نکته ای چیزی هست برای این جلسه بفرمایید که دکتر. سپاس ویژه دارم از شما بابت این دوره آموزش خوب امروزتون و در واقع و اینکه ادامه داره و قرار بیش از 50 جلسه طبق گفته شما اداره بشه. امروز بچه های اتوبوس رانی ما، رانندگان عزیز، خیلی نتونستن استفاده کنن، ولی بر اساس اون درایت شما و آینده نگری شما که ضبط کردین این جلسه رو، ما در اختیارشون قرار میدیم و امید داریم که کم کم دوستان این کلاس رو در اولویت قرار بدن، چون هیچ الزامی نیست، باشون صحبت کردیم، خودشون علاقمندن، فقط کمکشون میکنیم به اینکه تو برنامه ریزیشون تو اولویت کارشون قرار بگیره تا بیشتر از این کلاس ها استفاده کنن و با سلامت روان بیشتری به کار و زندگیشون ادامه بدن. هدف هر دوی ما، هم اداره سلامت هم شخص شما آقای دکتر، این هستش که ما بتونیم به این شهروندان کمک کنیم که با حال خوب در واقع زندگی رو طی کنن، که قسمتیش در سازمانه و قسمتیش در منزل. من از شما تشکر ویژه دارم و ساعت بعد ما میریم در واقع خدمت پرسنل عزیز آتش نشانی و اونجا در خدمت شما خواهیم بود. فکر کنم شما هم یه تجدید قوایی باید بکنید که بعد ما در خدمت ما هستیم. خیلی لطف کردید. ممنونم، در خدمت هستم. اگر عوامدی نیست که خب دیگه این گروه رو لیف کنیم، ببندیمش و انشالله برای اون ساعت بعد در خدمت هستم.
در خدمتتون هستم. زنده باشی، موفق باشی. مرسی، متشکرم، خداحافظ. خداحافظ.